در تلاش هستیم که برجام رو دو مرتبه احیا کنیم و اجازه بدیم که ملت ایران از نتایج اون بهره ببره. دکتر باقری کنی نماینده دولت ایران در این مذاکرات جاری است و مسلماً دارای حساسیت‌های سیاسی جدیدی هستند که در این مذاکرات مطرح دارند می‌کنند. همزمان این هیئت نمایندگی جدید ایران متوجه این مسئله هستش که ما در طی مذاکرات سعی خواهیم کرد که به همه جوانب مسئله احیای برجام دقت بکنیم و بتونیم اونو دو مرتبه زنده بکنیم و بتونیم به تحریم‌های آزاردهنده‌ای که مردم ایران دچار اون هستن پایان بدیم. در همزمان بتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو به زیر کنترل و نظارت بین‌المللی در بیاوریم. ما تلاش خواهیم کرد که در ادامه این مذاکرات این اهداف رو دنبال بکنیم. Ambassador Ulyanov, the head of the Russian delegation, said you've agreed the concrete steps today. What are those? نماینده ما دقیقاً موافقت کردیم که بتونیم در بین شرکت کنندگان و اعضای کمیسیون مشترک برجام یک توافقی وجود داره که مذاکرات رو همزمان و با یک اتحاد عمل مشخصی به پیش ببریم. صبر کنید لطفاً، هر کس یک سوالی داره مشخصاً اعلام بکنه. همونطور که گفتم هیئت نمایندگی که از سوی ایران در این مذاکرات شرکت می‌کرده در واقع نماینده یک حکومت جدید در ایران، یک دولت جدید در ایران و این خب در واقع امروز اولین دور این مذاکرات بوده. بنابراین نیازی نیست که ما بخوایم برگردیم به گذشته ها و به مسائل گذشته رو مطرح کنیم، ولی در این حال ما علاقمند هستیم که با هیئت ایرانی بتونیم همکاری های مجدد خودمون رو ادامه بدیم. نه من نه یک بدبین هستم نه یک آدم خوشبین، اما چیزی که من امروز دیدم در بین اعضای شرکت کننده در مذاکرات، تمام اعضای شرکت کننده خواهان این هستن که بتونن به صحبت‌های هیئت ایرانی گوش بدن و بتونیم اونها رو وارد یک مذاکره جدی برای رسیدن به یک توافق همگانی بکنیم. ما در طی روزهای آینده گزارش‌های بیشتری در این مورد با شما در میون خواهیم گذاشت. دلیل طولانی بودن مذاکرات امروز به این بود که آقای باقری کنی از ما می‌خواستش که مواضع دولت ایران رو به طور کامل گوش بدیم و دولت ایران اصرار دقیقاً اصرار می‌کنه که تمام تحریم‌ها باید برداشته بشن و با توجه داشت که این یک هیئت مذاکره کننده جدید از سوی دولت ایرانه و ما باید ببینیم که مواضع اونها و خواستار اونها چیه. ما در مورد این موضوع فردا صحبت خواهیم کرد. No, the day after.
فکر میکنی این مذاکرات چه وقت طول چقدر طول بکشه؟ تا زمانی که مهمترین مسئله اینه که ما بتونیم در حال حاضر با هیئت مذاکرات ایرانی درگیر یک مذاکره جدی بشیم و در روزهای آینده مسلماً ما وارد بحث‌های جدی‌تر و عمیق‌تری خواهیم شد. این هفت موضوعی که دولت ایران مطرح کرده مسائل ساده‌ای نیستن که بتونیم به سادگی از روی اونها بگذاریم و احتیاج به مذاکرات جدی و عمیقی در روزهای آینده داره. ما به طور مرتب گرد همایی خودمون و مذاکرات رو ادامه خواهیم داد. دو روند در واقع موازی در این مذاکرات وجود داره. یکی در مورد کمیسیون مشترک برجام و دیگری این که در واقع مذاکراتی که ما در این نشست کمیسیون انجام میدیم باید به اطلاع هیئت نمایندگی آمریکا هم برسه. مسلماً یک نوع حس عجله برای پیشبرد کارا از طرف دولت ایران وجود داره. اما ما همزمان مشکلات و پیچیدگی‌های تکنیکی هم برای پیشبرد این مذاکرات و احیای برجام داریم که به این سادگی نمیتونه در واقع به اونا پاسخ داده بشه و اون زمان خودشو برای پاسخگویی پیدا خواهد کرد. سپاسگزارم از حضور شما.